عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادرس بنده امید زندی هستم دانشجوی دکترای مهندسی بر گرایش کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران این افتخار رو پیدا کردم که با یکی دیگر از آموزش های فرادرس همراه شما باشم در این آموزش می‌خواهیم به برنامه‌نویسی اوکتیو در فصل اول انواع داده و عملگرهای محاسباتی بحث میشه. در فصل دوم به حلقه های برنامه میپردازیم. در فصل سوم تا به نویسی رو یاد میگیریم. در فصل چهارم روش های مختلف رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی رو یاد میگیریم. در فصل پنجم به محاسبات سیمبولیک خواهیم پرداخت و در نهایت با استفاده از نکاتی که در پنج فصل اول یاد گرفته ایم در فصل آخر چند تا پروژه خیلی مهم و کاربردی رو با هم تمرین خواهیم کرد. پس در فصل اول به انواع داده و عملگرهای محاسباتی در اکتیف خواهیم پرداخت. بعد نیست که یک مقدمه خیلی کوتاهی رو ارائه با کنیم. ایده اکتیف برای اولین بار در سال 1988 میلادی در دانشگاه های ویسکانسن، مدیسن و تگزاس به عنوان نرمزاری برای طراحی و شبیه‌سازی راکتورهای شیمیایی مطرح شد. در اون سالها دانشجویان باید وقت زیادی رو صرف می‌کردن تا شبیه‌سازی این راکتورها رو انجام بدهند و این باعث می‌شد که از نکات اصلی طراحی راکتورهای شیمیایی غافل بمانند. به همین دلیل فکر کردن که باید نرمزاری رو تراحی بکنیم که خیلی راحت با چند تا دستور بتونیم راکتورها رو شوی سازی بکنیم و در نتیجه وقت کافی رو به دست بیارن تا به نکات اصلی تراحی راکتورهای شیمیایی بپردازند. این اتفاق باعث مطرح شدن ایده اکتیف شد. بعدها در سال 1999 جان ایتن شروع به توسعه اکتیف کرد و اولین ورژن اون در سال 1994 مطرح شد و بعد از اون تقریبا هر یک سال و یا هر دو سال نسخه جدیدی از این نرمزار منتشر شده آخرین نسخه اون پنج دو سفر هست که در سال 2020 منتشر شده و ما در این آموزش به برنامرسی اکتیو واسفاده از نسخه پنج دو سفر خواهیم پرداخت در خیلی از زمینه ها مطلب و اکتیو رو با هم مقایسه می کنند خیلی از ما برای انجام محاسبات ریاضی پیچیده از مطلب شاید استفاده بکنیم ولی یک رقیب قدرتمند برای مطلب نرمزار اکتیف هست. نرمزاری که دارای ویژگی اوپن سورس و رایگان بودن هست. این ویژگی ها باعث شده که اکتیف روز به روز در حال توسعه باشه و به یک رقیب جدی برای مطلب تبدیل بشه و ویژگی خیلی مهم اکتیف همینه که سازگاری خیلی زیادی با مطلب داره بدین معنیه که خیلی از برنامه های اکتیو رو با یک کپی پیس میتونیم در مطلب اجرا بکنیم و همینطور خیلی از برنامه های مطلب رو با یک کپی پیس میتونیم در اکتیو هم اجرا بکنیم و در اغلب موارد ناسازگاری ها رو به عنوان باگ میشناسد به همین دلیل اغلب گفته میشه که اکتیو نسخه اوپن سورس و رایگان مطلب هست در ادامه میتونیم به صورت دقیق تری تفاوت مطلب و اکتیو رو بیان بکنیم مطلب مخفف متریکس لبراتوری هست و یک آزمایشگاه ماتریس برای محاسبات مهندسی هست. همه چی در مطلب بر پایه ماتریس هست و حل معادلات دیفرانسیل معمولی، مشتقات جزئی و خیلی دیگر از محاسبات بر پایه ماتریس ها انجام میشه. مطلب بر پایه C, C++ و جاوا کود نویسی شده، رابط کاربری خیلی خوبی دارد ولی هزینه بالایی هم خواهد داشت و طور حافظه خیلی زیادتری رو هم اشغال می کند. آخرین نسخه های مطلب برای نصبش به 20 گیگ فضا نیاز دارد. اما در مقابل اکتیو یک زبان برنامه‌نویسی برای محاسبات مهندسی هست. خیلی از کارهایی که ما در مطلب میتونیم انجام بدیم رو برایتی میتونیم در اکتیف هم هم با هزینه کمتر و هم با حافظه کمتر انجام بدیم. اکتیف پایی سی C++ و فورترن نوشته شده و ویژگی جالب اون همینه که در داخل خود برنامه نویسی سی و C++ هم باز هم میتونیم از کتابخونی اوکتیو برای انجام محاسبات مهندسی استفاده بکنیم و همینطور در خود اوکتیو هم باز هم میتونیم از کدهای استاندارد C هم استفاده بکنیم نسبت به مطلع رابط کاربری ضعیفتری داره اما در آخرین نسخه های اون این رابط کاربری بهبود خیلی زیادی پیدا کرده رایگان هست برای نصب اکتیف لازم نیست که هیچ پولی رو پرداخت بکنیم و همینطور نیاز به حافظه خیلی کمتری نسبت به مطلب داره برای مثال آخرین نسخه اکتیف چیزی حدود 300 مگ حجم دارد که برایتی میتونیم اون رو دانلود بکنیم و نصب بکنیم اما به صورت جزئی تر هم میتونیم تفاوت برنامه‌نویسی اکتیف و مطلب رو توضیح بدیم. در اینجا چند نمونه از تفاوت ها رو مشاهده میکنید. در مطلب از آی و پلاس پشتیبانی نمیشه. عملگرهای افزایشی خودکار در مطلب پشتیبانی نمیشه. اما اکتیف از هر دوتای این عملگرها پشتیبانی میکند. به جای i++ در مطلب باید بنویسیم آی برابر با آی به ولی در اکتیف از هر دوتای این عملگرها پشتیبانی میشه. در مطلب برای چاپ یک عبارت از F print F فقط میتونیم استفاده بکنیم ولی در اکتیف هم از F print F و هم از print F میتونیم استفاده بکنیم. با وجود اینکه مطلب بر پایه C, C, و جاوا نوشته شده است تمام دستورات C و C++ رو پشتیبانی نمی کند. اما اکتیف سعی کرده که از تمام قابلیت های C, -C++ و فورترن هم استفاده بکند. برای ادامه دادن دستور در خط بعدی در اکتیف نیازی به سه تا نقطه نداریم. اگر دستور خیلی طولانی بود و در یک خط جا نشد در مطلب میتونیم در انتهای یک خط از سه تا نقطه استفاده بکنیم و ادامه دستور رو در خط بعد بنویسیم. ولی در اکتیف نیازی به این سه تا نقطه نداریم و میتونیم به خط بعدی منتقل بشیم. مشابه با این در نرمازار مطلب زمانی که میخواهیم ترانهاده یک ماتریس رو محاسبه بکنیم از این علامت استفاده میکنیم. A transpose و بین علامت ترانهاده و A نباید فاصله ای وجود داشته باشه ولی در اکتیو میتونیم در اینجا A رو بنویسیم و سپس ده تا فاصله بذاریم و بعد علامت ترانسپوز رو بذاریم. همچنین در مطلب اگر بخواهیم A، B و C همشون برابر با 10 قرار بگیرند باید بیایم A رو برابر با 10 بذاریم B رو هم برابر با 10 C رو هم برابر با 10 بذاریم از سه تا دستور جداگانه باید استفاده بکنیم اما در اکته وراتی میتونیم از این فرمت استفاده بکنیم A برابر با B برابر با C برابر با 10 این ویژگی شبیه زبان برنامه‌نویسی پایتون هست در مطلب برای نات کردن و یا قرینه کردن از این علامت فقط میتونیم استفاده بکنیم ولی در اکتیو هم از علامت مد و هم از علامت تعجب میتونیم استفاده بکنیم برخی دیگر از صفحات ها رو در اینجا مشاهده میکنید برای کامند گذاشتن در مطلب فقط میتونیم از این علامت درصد استفاده بکنیم ولی در اکتیو هم از علامت درصد و هم از این علامت پشتگ میتونیم برای کامند گذاشتن استفاده بکنیم. در مطلب برای محاسبه توان فقط میتونیم از این علامت استفاده بکنیم. ولی در اکتیف هم از این علامت و هم از علامت دو تا ستاره هم میتونیم استفاده بکنیم. مثلا در مطلب بخواهیم x رو به توان دو برسونیم از این نوتاسیون استفاده میکنیم. ولی در اکتیف هم بدین روش و هم بدین روش میتونیم x رو به توان دو برسونیم. نکته بعدی اینه که حلقه ها و توابع در اکته و صورت اند بلاک ختم میشوند. یعنی مثلا اگر یک ایفی داشته باشیم انتهای این ایف از اند ایف استفاده میکنیم. و یا اگر وایل داشتیم انتهای اون میشه اند وایل. اگر فور داشتیم انتهای اون میشه اند فور. اما در مطلب برای همه حلقه های برنامه‌نویسی و فانکشن ها از end استفاده می کنیم. بنابراین استفاده از این end بلاک ها در اوکتی باعث میشه که خانه‌ای برنامه هم بیشتر بشه. همچنین در مطلب برای تعریف کاراکترها و استرینگ ها فقط میتونیم از single quotation از این علامت استفاده بکنیم اما اوکتیو هم از single quotation و هم از double quotation پشتیبانی میکند و نکته آخر همینه که در سی اوکتیو شما میتونید از کدهای دیگران هم در پروژه های خود استفاده بکنید به خاطر اینکه اوکتیو یک نرم‌افزار اوپن سورس هست به راحتی میتونید شما و تا اون رو از اول بر اساس نیاز خودتون تغییر بدید و در انجام پروژه های خودتون هم میتونید از کدهای دیگران استفاده بکنید سایت های خیلی زیادی وجود دارد کمیونیتی های خیلی زیادی برای اوکتیو وجود دارد که در اونها افرادی که بر روی اوکتیو کار کرده اند کد های خودشون رو با دیگران به اشتراک می گذارند و در نتیجه ما خیلی راحتتر تر میتونیم برنامه های پیچیده تر رو بنویسیم در ادامه می خواهیم نرمازا رو نصب بکنیم در قدم اول میایم در گوگل گنو اوکتیو دانلود رو سرچ می کنیم وارد اولین لینک میشیم و در اینجا آپشن های مختلفی داریم میخواهیم Octave رو برای چه سیستم عاملی نصب بکنیم برای لینوکس مک او اس و یا مایکروسافت ویندوز در اینجا ما میخواهیم از ویندوز استفاده بکنیم بنابراین برای این قسمت کلیک بکنیم در اینجا آپشن های مختلف رو برای ویندوز های 64 بیتی و 32 بیتی مشاهده میکنید که ما از نسخه 64 بیتی استفاده میکنیم برای این گزینه کلیک می بعد از اینکه این, این گزینه رو کلیک کردیم فایل نصب به این صورت دانلود میشه. برای اون دوبار کلیک می همچین پنجره ای باز میشه کافیه که چندتا نکس رو بزنیم در این قسمت شما میتونید مسیر نصب نرمزار رو مشخص با کنید که به صورت دیفالت یک فولدر اکتیو رو داخل درایو سی ایجاد میکند و نرمزار رو در داخل اون نصب میکند. ما هم از همین فولدر استفاده می کنیم. بعد از تعیین مسیر نصب نرمافزار شروع به نصب شدن می کند. همونطور که مشاهده می کنید حجم نرمافزار حدود 311 مگ هست که در مقایسه با نرمافزار مطلب حجم خیلی خیلی کمتری هست. ما براتی می تونیم اون رو دانلود و نصب بکنیم. خب در اینجا فقط این تیک اول رو نگه می دانیم که نرمافزار باز بشه و در قدم بعد می تونیم بخش های مختلف نرم رو توضیح بدیم و سپس به برنامه‌نویسی بپردازیم. لیاوت دیفالت به این صورت هست و این بخش پایینی کامن ویندو هست که دقیقا مشابه کامن ویندو در نرم مطلب هست. در صورتی که در این بخش نوشته میشه به صورت لحظه ای بعد از اینکه انتر رو زدیم اجرا میشن. مثلا x رو برابر با یک قرار بدم همون لحظه اجرا میشه. اما این بخش بالایی ادیتور هست که دقیقا مشابه با ام فایل هست ام فایل در نرمزار مطلب اگر بخواهیم ابتدا کل کد رو بنویسیم و سپس اون رو اجرا بکنیم از این ادیتور استفاده می کنیم ورکسپیس هم در این قسمت مثل ورکسپیس مطلب هست در اینجا من X رو تعریف کردم و این ورکسپیس مثل حافظه هست و تمام متغیرهایی که تا حالا تعریف شده رو نشون میده. مثلا در اینجا متغیر x داریم از نوع دابل هست یک در یک هست و مقدار اون هم برابر هست با یک این قسمت پایینی کامند هیستوری هست تمام کدهایی که به ترتیب در کامند ویندو نوشتیم در این قسمت مشخص میشه مثلا ما x برابر با یک رو نوشتیم و در اینجا مشخص شده و یا قبل از x برابر با یک من از دستور CLC استفاده کردم تا کامن ویندو رو پاک بکنم. بخش بعدی که داریم این قسمت هست که به اون current folder میگوییم. گفتیم که اگر بخواهیم کل برنامه رو یه جا بنویسیم و بعد اجرا بکنیم باید اون رو داخل یک ادیتور یا سکریپت بنویسیم. برای اجرای این فایل کافیه که از این دکمه استفاده بکنیم و یا اسم فایل رو در کامن ویندو بنویسیم. ولی یک شرط اساسی برای این کار اینه که این اسکریپت در کارن فولدر ذخیره شده باشه. در واقع میتونیم بگیم که کارن فولدر مسیری هست که ما برنامه های خودمون رو در اونجا ذخیره سازی میکنیم و یا اگر فایلی رو در برنامه نیاز داشتیم از اونجا برمیداریم. حال ما میتونیم این آرایش رو به هر جوری که دوست داشتیم تغییر بدهیم. مثلا ممکنه که بخواهیم این ورک این بالا نباشه و اون رو این پایین بذاریم. کافیه که اون رو درگ اند بکنیم برای کامن هیستوری هم با درگ اند کردن این بخش میتونید اون رو به هر جایی که دوست داشتید منتقل بکنید همین کار رو دقیقا برای بخش ادیتور هم میتونید انجام بدید میتونیم ادیتور رو در این پایین بذاریم و سپس در اینجا میتونیم بین ادیتور و کامن ویندو سویچ بکنیم در این صورت ما یک فضای بیشتری رو برای کد نویسی در کامن ویندو و یا ادیتور در اختیار خواهیم داشت. بستگی به سلیقه خودتون میتونید این پنجرهای مختلف رو در اینجا آرایش بندی بکنید اما من در اینجا ترجیح میدهم که ادیتور در این بالا باشه، کامن ویندو در این پایین باشه، ورک اسپیس در بالا سمت راست باشه و کامن هیستوری هم در پایین و سمت راست این آرایش برای من بهتر هست و شما بستگی به سلیغه تون میتونید با درکن درپ کردن این پنجرهای مختلف از یک آرایش مخصوص خودتون استفاده بکنید. برای تغییر کارنت فولدر کافیه که در اینجا برای این گزینه browse دایرکتوریز کلیک بکنیم. میتونید هر مسیر دلخواه رو انتخاب بکنید. من پوشه فصل اول آموزشمون رو انتخاب میکنم. بنابراین برنامه هایی که در اسکریپت می نویسم در این پوشه ذخیره میشه. و یا اگر بخوام اطلاعاتی رو از خارج وارد اکتیو بکنم با باید اون اطلاعات رو در این پوشه بریزم. در صورتی که به ادیتور نیاز نداشته باشید، در این قسمت میتونید این گزینه رو بزنید تا ادیتور کلن بسته بشه. برای ایجاد کردن یک اسکریپت جدید کافیه که در نوار افزار برای این گزینه اول کلیک بکنید. در این صورت یک اسکریپت به این صورت ایجاد میشه. برای پاک کردن کامن ویندو از دستور CLC استفاده می کنیم. برای پاک کردن حافظه هم از دستور Clear به این صورت استفاده می کنیم. فرض بکنید که چند تا دستور رو داخل این سکریپ نوشتیم. برای ذخیر سازی اون کافیه که کنترل S رو بزنیم. و یا در این نوار افزار می این گزینه سوم رو بزنیم. Save File مثلا برنامه با عنوان اپ 1 در فصل اول ذخیره میشه. برای اجرای این فایل هم کافیه که از این گزینه استفاده با کنید. Save file and run. اگر تغییراتی رو در این فایل ایجاد کردید در این صورت ابتدا اون تغییرات ذخیره میشه و سپس برنامه اجرا میشه. من در اینجا برنامه رو اجرا میکنم. در این صورت کامن ویندو پاک شد. حافظه هم پاک شد. اگر در کامان ویندو مثلا x رو برابر با 10 قرار بدم، y رو هم برابر با هزار قرار بدم و یه بار دیگه برنامه رو اجرا بکنم میبینم که کامن ویندو و ورک سپیس پاک شد و همچنین به کامن هیستوری هم نگاه بکنیم تمام دستوراتی که در کامن ویندو به ترتیب اجرا شدند رو در اینجا میبینم x برابر با 10 y برابر با هزار و سپس اپ یک اجرا شده برای اجرای اسکریپت گفتیم که گزینه اول استفاده از این آیکون هست و گزینه دوم همینه که اپ یک رو یعنی دقیقا اسم فایل رو در کامن ویندو بنویسیم. در این صورت برنامه اجرا میشه. گزینه دیگه که در اینجا داریم گزینه پوینت هست. مثلا من میخواهم زمانی که این دکمه ران رو میزنم تا خط سه اجرا بشه. پس در اینجا من میتونم از یک ریک پوینت استفاده بکنم. در اینجا میذارم برنامه رو اجرا بکنم در این صورت خط یک و دو اجرا میشه و خط سه اجرا نمیشه و برنامه در همین وضعیت ثابت میماند تا اینکه من این گزینه رو بزنم کنتینیو و یا یعنی اینکه این گزینه رو بزنم کلا برنامه رو متوقف بکن اگر این گزینه رو بزنم اجرای برنامه متوقف میشه فقط خط یک و دو اجرا میشه ولی اگر گزینه کنتینیو رو فشار بدهم در این صورت خط سه هم و همینطور خطای بعدی هم اگر کدی در اونها وجود داشته باشه اجرا میشه همچنین در صورتی که چند تا بریک پوینت به این صورت داشته باشیم و برنامه رو اجرا بکنیم با استفاده از این دوتا گزینه میتونیم مثلا به بریک پوینت بعدی بریم و یا به قبلی برگردیم و یا با استفاده از این گزینه هم میتونیم تمام بریک پوینت ها رو پاک بکنیم. با ساده از این گزینه ها میتونیم خیلی راحت برنامه های پیچیده رو دیباگ بکنیم و مشکلات اونها رو حل بکنیم. به قسمت ادیت بریم. گزینه آخر پریفرنسز هست. با ساده از این گزینه ما میتونیم مثلا فونت کدها در کامن ویندو رو تنظیم بکنیم و یا فونت متغیرها در ورکسپیس در کامن ویندو و یا در ادیتور. یک همچین پنجره ای در اینجا ظاهر میشه. به این تب کامند بریم مثلا در اینجا میتونیم بگیم که فونت دستورات در کامند ویندو 25 باشه و در این قسمت هم نوع کرسه رو میتونیم مشخص بکنیم آی بیم بلاک و یا آندرلاین به تب ادیتور بریم در اینجا هم باز هم میتونیم آپشن های مختلفی رو تنظیم بکنیم مثلا در اینجا این تیک رو من بردارم این شماره های یک، دو، سه، چهار و غیره نمایش داده نمیشه. اما بهتره که این شماره ها مشخص بشه. و یا مثلا این تیک رو بزنم در این صورت وایت سپیس و یا فاصله های خالی هم نشون داده میشه. و یا این گزینه هایلایت کارنت لاین هست. اگر من بیام مثلا بر روی خط سه و یا خط یک کلیک بکنم میبینیم که هایلایت میشه. اگر این گزینه رو در اینجا بردارم در این صورت این هایلایت رو دیگه نمیتونیم ببینیم برای کامنت گذاشتن همونطور که گفتیم هم از علامت درصد و هم از این علامت پنجره میتونیم استفاده بکنیم حال برای اینکه مثلا خط سه رو کامنت بکنیم از دستور کنترل آر استفاده میکنیم در این صورت دو تا پنجره به این صورت در ابتدای این دستور ظاهر میشه در این قسمت ما میتونیم مشخص بکنیم که اگر کنترل آر رو زدیم کدوم یکی از این علامت های کامنت ظاهر بشه دو تا پنجره یک پنجره یه درصد دو تا درصد و یا یه درصد و یک علامت تعجب به همین صورت میتونید سایر تنظیمات رو انجام بدید به این بخش مراجعه بکنیم در این صورت میتونیم در داخل ادیتور برای بخش های مختلف مثلا از فونت ها و رنگ های مختلفی استفاده بکنیم. حالت دیفالتش بهتره که کوریر نیو باشه و فونت اون رو میتونیم 20 در نظر بگیریم و به صورت بولد باشه. برای کامنت ها، کامند ها، نامبر ها، کیورد ها و بخش های مختلفی که در برنامه‌نویسی اسکریپت از اونها استفاده میکنیم، شما میتونید از رنگ های مختلفی که در اینجا مشخص شده استفاده بکنید. بعد از اینکه تغییرات رو انجام دادید کافیه که اپلای و بعدش اوکی رو بزنیم. حال همونطور که در کامن ویندو مشاهده می کنیم ها بزرگتر شده. مثلا X برابر با 10 رو بنیسیم نسبت به حالت قبل با یک فونت بهتر و نمایش بهتر میتونیم اون رو ببینیم. برای اسکریپت هم دقیقا به همین صورت هست. برای اینکه از اکتیف خارج بشید هم میتونید در این بالا این علامت زربدر قرمز رنگ رو بزنید و یا اینکه میتونید از دستورات quit و یا exit استفاده بکنید. در این صورت از اکتیف خارج شدیم. حال میام در استارت اکتیف رو سرچ میکنم و این گزینه اول رو میزنم. دوباره برمیگردیم به نرمازار اکتیف. اگر اگزیت رو هم بزنیم باز هم همون اتفاق قبل میافتد. پس برای خارج شدن از اکتیف هم میتونید این علامت ضربدار رو بزنید هم از گزینه های quit و exit میتونید استفاده بکنید. نکته جالب هم اینه که دقیقا مثل نمازار مطلب برای برگشت به دستورات قبلی میتونید از کلیدهای های بالا و پایین استفاده بکنید. این بخش رو پاک میکنم. مثلا x رو برابر با یک، y رو برابر با 2، z رو برابر با سه وارد میکنم. حال میخواهم برگردم به همون خط x برابر با 1. سه بار کلید بالا رو فشار میدم. در این صورت x برابر با یک در اینجا ظاهر میشه و میتونم یک مقدار جدیدی رو به x بدهم و لازم نیست که دوباره کل خط رو تایپ بکنم و یا فرض بکنید که x برابر با y برابر با z برابر با دی رو مثلا برابر با هزار در نظر میگیرم حال میتونم حتی دوتا کلمه اول رو بنیسم x برابر با و سپس کلید بالا رو یه بار کلیک بکنم با در این صورت دستوراتی که قبلا اجرا شده و اول اونها به صورت x برابر هست با بوده است در اینجا ظاهر میشه قبلا ما فقط چند تا دستور بدین فرمت رو نوشتیم x برابر با یک x برابر با 10 و یا x برابر با y برابر با z برابر با d برابر با هزار بنابراین با این روش هم دیگه لازم نیست که تمام کدها رو از صفر تا صد دوباره بنویسید کافیه که از همون کدهای قبلی استفاده بکنید و فقط تغییرات کوچیکی رو در اونها ایجاد بکنید. در این قسمت من میتونم کارنت فولدر رو به همون پوشه فصل اول آموزش دوباره منتقل بکنم و یک دستور جالب دیگه ای که داریم دستور at اگزیت هست. این دستور بدین معنیه که زمانی که کلا داریم خارج میشیم اگزیت رو زدم و یا این ضربدر در رو فشار دادم در این صورت یک برنامه های اجرا بشه. برای این کار میتونیم از این دستور استفاده بکنیم. قبلش بیایم یک فانکشن ساده رو تعریف کنیم. فانکشن اسم این فانکشن رو مثلا میتونم بای بای بذارم و زمانی که کامند اگزیت رو وارد کردم یعنی از اکتیف خارج بشم مثلا میخواهم در کامند ویندو این پیام رو نشون بدم. بای بای خداحافظ. این برنامه رو اجرا میکنم با اسم بای بای همچنین برای اینکه این دستور رو برای چند ثانیه ببینیم یک تأخیر پنج ثانیه ای رو هم در اینجا وارد می کنم پس بعد از اینکه مثلا این ضربدر در رو زدم بای بای به مدت پنج ثانیه نشون داده میشه و بعد از اکتیف خارج میشیم. برای استفاده از این دستور کافیه که تابعی که در اینجا نوشتیم رو وارد دستور اد اگزیت بکنیم. این دستور رو اجرا کردم حال مثلا دستور اگزیت رو هم اجرا میکنم. میبینیم می بینیم که به صورت آنی خارج نشدیم. بای بای رو به مدت پنج ثانیه می بینیم و بعدش از اکتیف خارج میشیم. بنابراین با ساده از دستور اد اگزیت ما میتونیم کل برنامه هایی که دوست داریم که قبل از خارج شدن از اکتیف اونها انجام بشه در این قسمت اونها رو می نویسیم. طریقه فانکشن نویسی و کد نویسی در اکتیو رو به در ادامه یاد میگیریم. برای کامند گذاشتن هم میتونیم از این علامت استفاده بکنیم و هم از این علامت. فرض بکنید که x رو برابر با 10 قرار بدیم، y رو برابر با 100 و z رو هم برابر با 1000. و میخواهیم مثلا خط 6 رو کامند بکنیم. هم میتونیم در ابتدای اون یک علامت درصد بذاریم. در این صورت به رنگ سبز تبدیل میشه. در قسمت ادیت و پریفرنسز برای کامنت ها ما به صورت دیفالت از رنگ سبز استفاده کردیم یعنی که اگر عبارتی کامنت شد اون رو به رنگ سبز تبدیل بکند و شما می توانید در قسمت پریفرنسز از یک رنگ دلخواه خودتون استفاده بکنید همچنین اگر در ابتدای این خط از علامت هش هم استفاده بکنم با باز هم این عبارت کامنت میشه و در یک حالت دیگه هم میتونیم از دستور کنترل آر استفاده بکنیم. در این صورت دو تا علامت پنجره در ابتدای این خط ظاهر میشه. اما گاهی اوقات من میخواهم کل این چند تا خط رو کامنت بکنم. یه راه اینه که کل این خط ها رو به این صورت انتخاب بکنم و بعدش کنترل آر رو بزنم. در این صورت ابتدای همه خط ها دو تا علامت پنجره به این صورت ظاهر میشه. این راه اول هست. اما راه دوم به این صورت که قبل از خط x برابر با ده از یک علامت به این صورت استفاده می کنم یک پنجره و یک آکولاد و بعد از آخرین خطی که می خواهم اون رو کامنت بکنم آکولاد رو می بندم و سپس از علامت پنجره استفاده می کنم این نوتاسیون خیلی شبیه زبان برنامه‌نویسی C هست در اونجا هم برای کامنت گذاشتن برای چندین خط از این دستورات استفاده می کردیم. ولی در اینجا برای اولین خط از این علامت استفاده می کنیم و یا به عبارت دیگه کل عبارت هایی که می خواهیم کامنت بشوند رو داخل دو تا آکولاد قرار می دیم. و قبل و بعد از این آکولاد باز و بسته باید از علامت های پنجره هم استفاده بکنیم. به جای پنجره ها می از علامت درصد هم استفاده بکنیم. و یا میتونیم در اولی از علامت پنجره و در دومی از علامت درصد استفاده بکنیم. با باز هم هیچ فرقی با هم ندارند. بنابراین با ساده از این روش میتونیم چندین خط رو به صورت همزمان کامنت بکنیم. و در صورتی که خواستیم که این تا خط رو از حالت کامند خارج بکنیم کافیه که خطهای 6 و 10 رو برداریم و یا اینکه بر روی خط 6 کلیک بکنیم و یک کنترل آر رو بزنیم. در این صورت دستورات کامند غیر فعال میشه یعنی در واقع خودشون کامند میشن و نادیده گرفته میشه و بنابراین خطهای 7 تا 9 فعال میشه نکته بعدی هلپ اکتیف هست در کامند این دو اگر داک رو بنویسیم که مخفف داکیومنتیشن هست هلپ اکتیف باز میشه در اینجا یک دستبندی خیلی منظمی بین موضوعات مختلف انجام شده مثلا در این فصل پنجم میتونید با استرینگ ها یا رشته ها آشنا بشید در فصل 15 هم رسم کردن انواع مختلف نمودارها بحث شده در فصل 25 پنجم بهینه سازی بحث شده و در اینجا میتونید بر اساس این دسته بندی به داکیومنت مورد نظر مراجعه بکنید اما در این وسط یک سرچ هم داریم مثلا من ABS رو سرچ میکنم در اینجا نوشته شده که اگر Z یک عدد مختلط باشه در این صورت ABS Z اندازه ی عدد مختلط هست که میشه SQRT یا رادیکال X به تانه دو و Y به تانه دو و در صورتی که Z یک عدد حقیقی باشه در این صورت ABS Z همون قدر مطلق Z خواهد شد و یا دستور پلات رو من سرچ می کنم در این صورت همراه با مثال اطلاعات کاملی رو راجع به این دستور در اختیار ما قرار میده مثلا برای رسم در یک حالت ساده کافیه که علمان های وای رو وارد این دستور بکنیم و در حالت بعدی میتونیم علمان های محفر X و وای رو وارد این دستور بکنیم و در ورودی سوم هم ما میتونیم ویژگی های رسم مثل محفر X، محفر وای، تایتل، زخامت خطوط و غیره رو تنظیم با کنیم که حال در فصلهای بعد به صورت کامل با این دستورات کار میکنیم. اما اگر خواستیم فقط هلپ یک مورد مشخص مثلا پلات رو ببینیم کافی که از این روال استفاده بکنیم. ابتدا هلپ رو می نیسیم بعد دستور مورد نظر رو می نیسیم در این صورت همون اطلاعاتی که در داک دیدیم در اینجا در کامن ویندو نشون داده میشه مثلا در اینجا گفته شده که برای رسم کافیه که بردار وای رو وارد بکنید و یا بردار محفر x و محفر Y و همچنین میتوانید یک فرمت و مشخصه رو هم برای رسم وارد بکنید اطلاعات کاملی رو راجع به این دستور در ادامه میتونید دریافت کنید همچنین در اینجا مثلا مشاهده میکنید که با از لاین های مختلف در این صورت میتونیم رسم رو انجام بدهیم برای نقاطی که داریم میتونیم از مارکرهای مختلفی که در اینجا مشاهده میکنید میتونیم استفاده بکنیم برای رنگ هم میتونید از حروف K R G B برای بلک Red, گرین و بلو و همینطور رنگهای دیگه که در اینجا مشاهده میکنید میتونیم استفاده بکنیم که حال به موقعش در فصلهای بعد با این دستورات به صورت کامل آشنا میشیم در نوار ابزار هم در قسمت هلپ ما به داکیومنتیشن با دو روش میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. یکی آن دیسک هست یا همون حالت دیفالت هست. چیزی که با دستور داک هم فراخانی کردیم. داک رو بنیسیم دقیقا به همین پنجره منتقل میشیم. این حالت آفلاین هست. و یک گزینه دیگه هم داریم آنلاین هست که به سایت گنو اکتیف هدایت میشیم و دقیقا همون داکیومنتیشن رو میتونیم به صورت آنلاین هم مطالعه بکنیم. حال بعد از معرفی کلیت اکتیف ما میتونیم به برنامه در اکتیف بپردازیم. ابتدا انواع داده رو معرفی میکنیم. برخی از داده ها داده های عددی هستند مثل یک، دو، یک ممیز بیست و و غیره که در اینجا برخی از مهمترین رو مشاهده میکنید. مثلا نوع ساده اینت هشت هست یا اینتیجر هشت بیتی. در اینجا ما از هشت تا بیت استفاده میکنیم و داده ها به صورت علامت دار هم هستن یعنی مثبت و منفی هم به صورت یک تکبیت در MSP مشخص میشه در این تهشت ته رنجی که ما میتونیم پوشش بدهیم منهای 128 تا 127 هست و اگر داده ما پایین تر از منهای 128 و یا بالاتر از 127 باشه همون منهای 128 و 127 رو در نظر میگیرد این بخش رو من هست میکنم برای مثال بیایم x رو به صورت int 8 بیتی تعریف کنیم. مقدار عددی اون رو هم داخل این پرانتز می‌نیسیم. برنامه رو اجرا می کنم. x برابر هست با 100. و به ورکسپیس هم مراجعه بکنیم. کلاس یا نوع x رو هم به صورت int 8 تعریف کرده. حال بیایم به جای این 100 از 130 استفاده بکنیم. برنامه رو اجرا در این صورت x برابر با 130 نیست برابر با 127 هست در اصلاح گفته میشه که سرریز یا اوورفلو اتفاق افتاده همونطور که در اینجا گفتیم در این 8 ما فقط اعداد بین من های 128 تا 127 رو میتونیم ذخیره سازی بکنیم پس چون 130 بزرگتر از 127 هست سرریز اتفاق میافتند و x برابر با بیشترین مقدار میشه که همون 127 هست و یا بیایم منهای 130 رو وارد بکنیم. x منهای 130 نمیشه بلکه کمترین مقداری که x میتونه داشته باشد منهای 128 هست. بنابراین توجه بکنید که قبل از این که شروع به برنامه‌نویسی برای یک پروژه خاص بکنید با باید رنج اعداد مشخص بشه. یک سیستم سی ممکنه که اداره مثلا ورودی های x و y باشه که x فقط در دروازه 50 تا 100 قرار دارد و اون هم به صورت اینتیجر صحیح در این حالت میتونیم x رو به صورت اینت تعریف کنیم ولی اگر x بزرگتر از 127 و یا کوچکتر از منهای 128 شد در این صورت ما باید از فرمت های دیگه استفاده بکنیم بیایم x رو به همون صورت 100 تعریف بکنیم و اون رو من کپی میکنم وای رو هم به صورت مثلا 50 تعریف می کنم. برنامه رو اجرا می کنم. X به درستی برابر با 100. Y هم برابر با 50 هست. حال Z رو به صورت X به علاوه Y تعریف می کنم. 100 به علاوه 50 میشه 150. اما در اینجا می بینیم که Z برابر هست با 127. یک حالت دیگه ای که ممکنه که سر ریز اتفاق بیفتد همین جمع و تفریق و ضرب کردن اعداد هست. X و Y سرریز ندارند ولی زمانی که اونها رو با هم جمع می کنیم سرریز اتفاق می بنابراین باید حواسمون به این موردم باشه. حال ممکنه که عدد اینتیجر فقط مثبت باشه و منفی نداشته باشیم. در این صورت می تونیم از unsigned integer استفاده بکنیم. این یویی که در ابتدا قرار می گیرد به منظور بدون علامت هست. در این صورت ما از 8 بیتی که داریم فقط برای بیان اندازه عدد استفاده می‌کنیم و بیت علامت نداریم. اگر تمام 8 بیت صفر باشه یعنی صفر و اگر همشون 1 باشه یعنی 255. بنابراین با اینت 8 ما می‌تونیم 0 تا 255 رو مقداردهی بکنیم. بنابراین انجام می‌کنم این بار چون 100 علاوه 50 میشه 150 و کوچکتر از 255 هست. بنابراین سرریز در Z نداریم. Z میشه همون 155. اما بیاییم وای رو برابر با 200 تعریف کنیم. در این صورت x به میشه 300. ولی 300 نمیتونه توسط یک عدد بدون علامت انتیجر 8 بیتی ذخیره بشه. بنابراین Z میشه 255. در این دوتا داده از 8 بیت استفاده میکردیم اما میتونیم تعداد بیت ها رو دو برابر بکنیم در این صورت اینت 16 و یو اینت 16 به دست میاد در اینت 16 ما 16 تا دا بیت داریم و از بیت ام اس برای علامت استفاده می کنیم و از 15 بیت باقی مانده برای اندازه عدد استفاده می کنیم در این صورت رنج اعدادی که میتونیم پوشش بدهیم منهای دو به تاان تا دو بتان 15 منهای 1 است منهای 2 بتان 15 دقیقا میشه منهای 32768 دو, و و و دو بتان 15 منهای 1 هم میشه 32767 و و و بنابراین اگر اعداد صحیح بودند و در یک رنج وسیع قرار داشتند ما نمیتونیم از این int8 استفاده بکنیم با باید از این int16 استفاده بکنیم و در صورتی که اعداد همگی مثبت بودند میتونیم از یو اینت 16 استفاده بکنیم در این صورت بازه ای که میتونیم اعداد رو تعریف کنیم 0 تا 65535 و و و هست و یا در حقیقت 0 تا 2 به توان 16 منهای 1 بیایم در اینجا ایکس رو به صورت بدون علامت 16 بیت تعریف کنیم وای رو هم به همین صورت برنامه رو اجرا میکنم x برابر هست با 100 y برابر هست با 200 مجموعشون هم 300 میشه که در رنج 0 تا 65 هزار قرار دارد بنابراین این سرریزی نداریم حال مثلا بیایم x رو برابر با 50 و y رو برابر با 20 هزار در نظر بگیریم برنامه رو اجرا میکنم x و y به تنهایی سرریز ندارند ولی زمانی که اونها رو با هم جمع میکنیم میشه 70 و 70 از این 65535 بزرگتر هست بنابراین Z میشه همون 65535 پس این یعنی که اگر X و Y اعداد صحیح خیلی بزرگ باشند در رنج 0 تا حدود 65000 و بخواهیم اونها رو با هم جمع بکنیم در این صورت برای اینکه سرریز پیش نیاید باید به جای این 16 بیت مثلا از 32 بیت استفاده بکنیم این بار برنامه رو اجرا کنیم x و y هر دوتا به درستی تعریف شدند. 50 هزار به علاوه بیست هزار هم دقیقا برابر با هفتاد هزار میشه. اما معروف این داده دابل هست. در حالتهای قبل مثلا نمیتونستیم عدد یک ممیز دو دهم ده رو ذخیره سازی بکنیم. برای ذخیره سازی اعداد اشاری از حالت دابل و یا فلوت استفاده میکنیم دابلها دابل ها دو تا فرمت دارند. یکی دابل پرسیشن هست و یک حالت دیگه هم سینگل پرسیشن هست که بستگی به نوع کامپیوتر داره در حالت سینگل از 32 سی بیت استفاده میشه با استفاده از 32 بیت عدد اعشاری رو نمایش میدیم و در حالت دابل هم از 64 بیت استفاده می کنیم به عنوان مثال در حالت سینگل پرسیشن ساختار ذخیره یک عدد به این صورت هست